41148 ساخته مهدی فنایی یکی از جریان سازترین بازی های تاریخ صنعت گیم توی ایران بود. حالا مهدی فنایی با یه اسم مرموز دیگه، یعنی 1011 برگشته و میخواد داستان مرموز تازه ای رو برامون روایت کنه. با گیمیان همراه باشین تا ببینیم آیا بازی 1011 میتونه موفقیت های 41148 رو تکرار کنه یا نه. داستان بازی 1011 روایتگر دختری به نام روشانه که به علت افراطی‌گری اهالی سرزمین و شکنجه چشمان خودش رو از دست داده. حالا روشان میخواد به سرزمین نور، سرزمینی که شنیده اونجا همه چیز آرومه، فرار کنه، که در بین راه با مسائلی روبرو میشه. داستان بازی روایت جذابی داره ولی اصلا سرراست نیست. البته هنوز تنها یه اپیزود از بازی منتشر شده، ولی میشه برای اینکه بیشتر با داستان بازی آشنا شد سری به کتاب صوتی و متنی جانبی بازی. توی بازی انتخاب دیالوگ جریان ساز و به پایان مندی بازی ربط پیدا میکنه. شخصیت پردازی، چه شخصیت اصلی و چه NPC های داخل بازی، بسیار خوب انجام شده و شما میتونید با تمام شخصیت ها ارتباط برقرار کنید. در کل بازی چه توی زمینه داستان پردازی چه توی زمینه شخصیت پردازی خیلی خوب عمل کرده که معلومه تجربیات مهدی فنایی توی 41148 کاملا به پخته تر شدن این بازی کمک کرده. گیم پلی بازی 1011 نسبت به 41148 به کل دچار تغییر شده و دیگه ما شاهد اون معماهای لذت بخش 41148 حداقل توی اپیزود اول نیستیم. بازی بیشتر سمت اکشن رفته که واقعا توی این زمینه بازی بد عمل میکنه و ای کاش سازنده توی این بخش بیشتر وقت میگذاشت. توی بازی 41148 ما شاهد سیستم کامبتی به این شکل نبودیم و کامبت بازی آمیخته شده بود با ضربات QTE که واقعا حس هیجان خوبی رو به بازی کنه القا میکرد. اما توی 1011 با مبارزات زیادی طرف هستیم که پیروز شدن توی این نبردها کاملا به شانس بستگی داره و تقریبا هیچ ربطی به توانایی گیمر نداره، چون توی بازی ما نه شاهد ضربه زدن در حالت مختلف هستیم و نه امکان مهار ضربه رو داریم و فقط باید با کلیک کردن مکرر صفحه نمایش به مبارزه یک نواخت بپردازیم. اگه دشمنان تک به تک اومدن میتونین شکستشون بدین، ولی اگه با هم اومدن شکست میخورین و دفعه بعدی به شکل نفر به نفر فرمیان. توی بازی تعداد جون شما محدود و اگه جونهای خودتون رو از دست بدین یا باید تبلیغات رو ببینین و یا باید از طریق سیستم پرداخت درون برنامه بازی اقدام به خرید جان کنین و یا بازی رو از اول شروع کنین، که این عمل با توجه به پولی بودن بازی کمی عجیب به نظر میاد. در کل سیستم مبارزات بازی نقطه ضعف اصلی اونه. طراحی محیط بازی به شدت شما رو یاد عنوان قبلی مهدی فنایی، یعنی 41148 میندازه، ولی این بار با طیف رنگی بیشتری روبرو هستیم. در مجموع از این بخش نمیشه ایراد خاصی گرفت و بسیار قابل قبوله. گرافیک فنی بازی هم حتی توی موبایل های متوسط خیلی خوب کار میکنه و شما میتونید با آخرین تنظیمات گرافیکی بازی کنین و لذت ببرید. بازی 1011 چه توی زمینه گرافیک بصری و چه توی زمینه گرافیک فنی خیلی خوب عمل کرده. موسیقی های بازی برعکس 41148 خیلی خوب و گوشنواز کار شده و کاملا با حس و حال بازی مطابقت داره و 1011 توی این زمینه هم بسیار قابل قبول کار کرده. اپیزود اول 1011 کیفیت قابل قبولی داره، اما با اینکه مبارزات یکی از اصلی ترین مکانیزم ها توی این بازیه، توی این موضوع بسیار بد عمل میکنه. بازی از لحاظ داستانی، شخصیت پردازی، گرافیک بصری و فنی بسیار خوب عمل میکنه. نقاط مثبت بازی: داستان خوب و روایتی جذاب، شخصیت پردازی مناسب، گرافیک بصری و فنی قابل قبول، موسیقی مناسب. نقاط منفی بازی: سیستم مبارزات بدقلق و محدود بودن جان بازی در صورت پریمیوم بودن. در پایان این بازی نمره 8 از 10 را از گیمیان دریافت میکنه.